امروز میخواهم درباره متر، واحد اندازه‌گیری درازا، سخن بگویم که داستان جالبی دارد. متر و به طور کلی راژمان یا سیستم متری، یعنی متر، کیلوگرم، ثانیه و یکاها یا واحدهای دیگر، هدیه است که انقلاب فرانسه به جهانیان داده است. انقلاب فرانسه که با گرفتن زندان بستی در 14 ژوئیه 1789 آغاز شد، تنها برای جابجایی قدرت و سرنگونی شاه و اشراف نبود. آرمان‌های بسیار بزرگی داشت که دموکراسی و حکومت مردم بر مردم تنها یکی از آنها بود. در انقلاب فرانسه، آرمان‌های پیشرفت خواهانه اندیشمندان عصر روشنگری جایگاه والایی داشتند. از این رو انقلاب فرانسه دست طبقه روحانی را از قدرت کوتاه کرد، با خرافات جنگید و به گسترش دانش ارج بسیار داد. اعلامیه حقوق بشر و شهروندان زاییده انقلاب فرانسه است. بنابراین اعلامیه، همه مردم جهان برابرند و حق یکسان دارند. انقلاب فرانسه بردهداری را لغو کرد. از آنجا که شعار انقلاب آزادی، برابری، برادری بود، میبایست شرایط برابری و برادری را فراهم آورد. یکی از عامل‌هایی که برابری و عدالت را ناممکن می‌کرد، نبود افزارهای عادلانه برای داد و ستد و تجارت میان مردم بود. برآورد می‌کنند که پیش از انقلاب بیش از 2000 واحد طول و وزن در فرانسه وجود داشتند. نه تنها واحدها از شهری به شهری دیگر فرق می‌کردند، بلکه در محله‌های گوناگون شهرها و در روستاهای همسایه یکسان نبودند. نام‌های گوناگون داشتند و گاه یک نام نماینده یکاهای متفاوت بود. این نایکسانی طول‌ها و وزن‌ها تقلب را آسان می‌کرد. افزون بر این، دولت نمی‌توانست به طور عادلانه مالیات‌ها را که برای همگان خرج می‌کرد گرد آورد. در آغاز انقلاب که لویی 16 نمایندگان همه صنف‌ها و قشرهای گوناگون جامعه، یعنی اشراف، بورژوازی، دهقانان و روحانیان را در 5 مه 1789 در ورسای به حضور پذیرفت، یکی از خواستهای مردم سر و سامان دادن به وضع وزنها و اندازه‌ها بود. یکی از لایه‌هایی که نخستین مجلس قانونگذاری به تصویب رساند، یکسانسازی یکاها بود. لویی 16 که هنوز شاه بود، لایحه را در 8 مه 1790 امضا کرد و لایحه برای اجرا به فرهنگستان دانشها رفت. وزیر کشور ژان ماری رولان اصرار فراوان داشت که هرچه زودتر یکی از یکاهای موجود را یکای رسمی اعلام کنند، ولی دانشمندان فرهنگستان با این ایده موافق نبودند. کمیسیونی که فرهنگستان مأمور این کار کرد تشکیل شده بود از بغدا، لایرانج، مونج، لپلاس و کندورسه که از بزرگترین ریاضیدانان و دانشمندان سده 18 جهان به شمار می روند. به ویژه کارهای ریاضی لاگرانژ پایه بسیاری از پیشرفت‌ها در فیزیک نوینند. لاپلاس هم بزرگترین فیزیکدان و اخترشناس زمان خود بود. همو بود که نگریه گرانش نیوتن را توسعه داد. کمیسیون بران بود که باید یکایی برگزید که تنها به یک کشور تعلق نداشته باشد، بلکه از آن همه مردم کره زمین باشد، آن هم برای همیشه. انقلاب فرانسه نه تنها حقوق بشر را از آن همه مردم جهان کرد، افزارهای رابطه میان انسانها را هم همگانی کرد. داشتن یکاهای یکسان در همه کشورها یکی از نخستین گامهای آسان کردن ارتباطات میان مردم کشورهای گوناگون و جهانی شدن بود و این از هدفهای اندیشمندان انقلاب فرانسه به شمار می رود. درباره اینکه چه یکایی را برگزینند بحث ها شد. همگی معتقد بودند که بهترین یکا آن است که از زاستار یا طبیعت گرفته شده باشد. اندیشمند انگلیسی جان ویلکینز
که هوادار یکسانسازی یکاها بود، بیش از 120 سال پیش در سال 1668 پیشنهاد کرده بود که یکای درازا طول آونگی باشد که دوره نوسان آن 2 ثانیه است. دوره نوسان آونگ تنها به طول آن و نیرویی که زمین به آونگ وارد می کند، یا درستر گفته باشیم به شتاب گرانشی بستگی دارد. وزن آونگ بی تأثیر است. بعدها پی بردن که شتاب گرانشی در همه جای کره زمین یکسان نیست و بنابراین طول این آونگ در جاهای گوناگون زمین می تواند فرق کند. فرهنگستان سرانجام به این نتیجه رسید که از آنجا که این یکا باید از آن همه مردم کره زمین باشد، بهتر است که آن را از خود کره زمین بگیرند. پس فرهنگستان در 19 مارس 1791 یکای درازا را تعریف کرد. بنابر قرارداد طولی برابر با 1/10 میلیونیوم فاصله قطب شمال تا استوا، یا پرسونتر گفته باشیم 1/10 میلیونیوم ربع نصف نهار یا نیمروزان کره زمین. به سخنی دیگر چنین فرض کردن که پیرامون کره زمین 40 میلیون برابر این واحد است. نامی که برای این یکای درازا گزیدند متر بود، از متران در یونانی به معنای اندازه، از پوروا هندو اروپایی م اندازه گرفتن، در اوستایی و فارسی باستان ما اندازه گرفتن. ما این واژه را در فارسی داریم، ما در آزمایش، آز پیشوند است، مون در آزمون و پیرامون، در ضمن به همانندی پیرامون با پریمیتر، پریمتر به همان معنا توجه کنید، مان در پیمانه و من در من واحد وزن. دانشمندان فرهنگستان از پیش اندازه تقریبی کره زمین را با یکاهای سنتی مثلا تواز که نزدیک به 2 متر امروزی بود می دانستند و می دانستند که متر درازایی خواهد بود کوتاه‌تر از قد انسان و بزرگتر از دست و بازو، بنابراین کاربردش عملی و آسان خواهد بود. فرانسویان در حدود 100 سال پیشتر بخشی از نیمروزان را اندازه گرفته بودند و تا قطب شمال پیش رفته بودند، ولی تعیین اندازه متر به پرسونش یا دقت بسیار بیشتری نیاز داشت، به ویژه آنکه به تازگی ژان شارل بوردا دستگاهی برای اندازه‌گیری زاویه ها اختراع کرده بود که از حیث پرسونش در زمان خود بی همانند بود. افزون بر اون بر این، چون سبک بود به آسانی میشد آن را به بالای کوههای بلند برد. از آنجا که زمین به شکل کره است، برای اندازه‌گیری پیرامون آن کافی است فاصله میان 2 نقطه از 1 نیمروزان آن را اندازه گرفت و نیز تفاوت عرض جغرافیایی آن 2 نقطه را تعیین کرد. تصمیم بر این شد که فاصله میان بندر دنکرک در شمال فرانسه و بندر بارسلون در اسپانیا را اندازه بگیرند که هر دو بر نیمروزان پاریس قرار دارند و تفاوت عرض جغرافیایی آنها کمی بیش از 9.5 درجه است. روشی که برای اندازه‌گیری درازای نیمروزان به کار می‌بردند سه‌بربندی یا مثلث‌بندی بود، به این معنا که اگر اندازه 2 زاویه و 1 ضلع مثلثی را بدانیم، می‌توانیم طول 2 ضلع دیگران را محاسبه کنیم. پس باید در 2 سوی نیمروزان نقطه‌هایی را در نظر گرفت و آنها را رأس مثلث‌هایی فرض کرد. 1 ضلع مثلث و زاویه ها را اندازه گرفت تا طول آن ضلع مثلث دیگری را که بخشی از نیمروزان است به دست آورد. درازای ضلع مثلث می تواند صدها متر یا چند کیلومتر باشد. این کار را باید بارها و بارها کرد و درازای نیمروزان را پیمود. نقطه هایی که رأس مثلث ها را تشکیل می دهند بسته به چگونگی محل می توانند چیزهای گوناگونی باشند، مثلا نقطه بالایی برج، برج کاخ یا کلیسا، نشانه های طبیعی روی کوها، فانوسی که شب در جای مناسبی قرار دهند یا دیگرها. هر مثلث را باید چند بار اندازه گرفت تا خطا کم شود. سه‌بربندی در اصل آسان است و به چیزی بیش از هندسه مقدماتی نیاز ندارد، ولی در عمل دشواری ها بسیارند، ولی ما در اینجا وارد جزئیات نمی شویم. از زمانی که مجلس قانونگذاری لایحه وزن و اندازه را تصویب کرد تا موقعی که کار زمین سنجی آغاز شد نزدیک به 2 سال طول کشید.
زیرا کشور در آشوب بود و میبایست دستگاه‌های اندازه‌گیری را ساخت. از این گذشته یکی دو تن از دانشمندانی که با دربار نزدیکی داشتند و به اوضاع بدگمان بودند سرانجام نخواستند در این کار شرکت کنند. همچنین باید افزود که فرهنگستان فرانسه به فرهنگستان انگلستان پیشنهاد کرده بود که در این پروژه با فرانسه همکاری کند. با اینکه اخترشناسان انگلیسی موافق این کار بودند، دولت انگلیس به دلیل‌های سیاسی پاسخ را به تعویق می‌انداخت و سرانجام نخواست به این پروژه بپیوندد. دو اخترشناسی که مأمور اندازه‌گیری درازای نیمروزان شدند، یکی پیر مشان بود و دیگری ژان باتیست دولامب، هر دو 40-45 ساله. هیچ یک از آنها خاستگاه اشرافی نداشتند و از مردم برخواسته بودند. پدر مشن بنای گچکار بود، ولی او به سبب هوشش به جاهای بالا در دانش رسیده بود و فرهنگستان دانش‌های فرانسه او را پذیرفته بود. مشن کشف کننده 7 دنباله‌دار و بیش از 20 میغ یا صحابی است. دولام هم فرزند پارچه فروشی بود، در کودکی حسبه گرفت و نزدیک بود بمیرد. او هم مانند مشن استعداد بسیار در ریاضی و فیزیک نشان داد و در اخترشناسی کارهای بزرگی کرد و به فرهنگستان فرانسه راه یافت. قرار شد که دولامبر نیمروزان را از دنکرک تا غده نزدیک تولوز در حدود 1000 کیلومتر اندازه بگیرد و مشن فاصله میان غده و بارسلون را که در حدود 500 کیلومتر میشد، ولی ناحیه‌ای بود بسیار کوهستانی در کوههای پیرنه. مشن میپنداش که این کار را میتوان در 7 ماه انجام داد. 7 سال طول کشید. وقت ما به پایان رسید. اخترشناسان ما ماجراهای شگفت‌انگیزی را از سر گذراندند و بارها در اوضاع و احوال انقلابی فرانسه نزدیک بود جان خود را از دست بدهند. ولی با همه سختی‌ها از پای ننشستند، زیرا دارای آرمان‌های بزرگی برای جامعه انسانی بودند. در هفته آینده این داستان را دنبال خواهیم کرد.